صنعت پتروشیمی در خدمت تروریسم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران عنوان مقاله است که الحیات با استناد به روشنگری های مقاومت ایران در شماره 9 جوان 2019 19 خرداد درج کرده است. الحیات می نویسد شورای ملی مقاومت ایران که پیوسته خواهان تحریم نفتی و تسلیحاتی کامل رژیم ایران بوده است میگوید رژیم ایران برای حفظ حاکمیت خود بر فروش نفت و محصولات پتروشیمی به عنوان دو منبع اصلی تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزیش متکی است. بخش پتروشیمی از شرکت های متعدد تشکیل شده که برای تأمین درآمد سالانه مورد احتیاج رژیم ایران کار می کنند. بخش اعظم صنایع پتروشیمی در تیول خامنه ای و سپاه پاسداران است. و برخی از کارشناسان پتروشیمی در داخل ایران ارزیابی کردند که 90 درصد صنعت پتروشیمی در کنترل ولی فقیه قرار دارد. ستاد اجرایی فرمان خمینی که زیر نظر بیت خامنه‌ای فعالیت می کند از سال 1378 اقدام به ایجاد یک شرکت اقتصادی به نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر کرد که گروه‌های بزرگی از شرکت های پتروشیمی را در بر می‌گیرد و بر بخش بزرگی از صنایع پتروشیمی ایران تسلط دارد. شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران و سودآورترین شرکت در کشور معرفی شده است. این شرکت تأمین مالی قرارگاه سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم را به عنوان بزرگترین مؤسسه اقتصادی نیروهای سپاه بر عهده دارد. شرکت پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در ایران را تشکیل می دهد که شامل 15 شرکت پتروشیمی می شود. این شرکت در سال 1370 1991 با نام دیگری تأسیس شده و مجموعه شرکت ملی پتروشیمی ایران بوده است. اما مطابق مصوبه دولت در سال 1388-2009 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام با انتقال سهام برخی شرکت های پتروشیمی به یک شرکت هلدینگ تبدیل شده که حدود چهل درصد پتروشیمی کشور را در اختیار دارد. مقصد بخش مهمی از سفارشات صادراتی محصولات پتروشیمی در سال 1397 کشور عراق بوده در حالی که اسناد حمل محموله ها یا به ترکیه و یا به کشورهای دیگر بوده است تا صادرکنندگان بتوانند ادعا کنند صادرات به عراق ریالی بوده و صرفاً بخشی از وجوه را به صورت ریال به ایران انتقال دهند و بخش ارزی را در خارج کشور نگهداری و صرف عملیات تروریستی کنند. الحیات فهرستی از شرکتها و گروه‌های پتروشیمی را که زیر نظر خامنی و سپاه پاسداران فعالیت می کنند و توسط مقاومت ایران افشا شده‌اند، معرفی کرده است.